یک بار دیگه میکنه چه قدرتی داره حسن رعینه هست. فشار زیادی میاد و یه بار انداز رو جانانه میزنه. رها نکرده ما که کشتیگیر ما رو داور می کشتیگیر ما باید در خود منشینه. دوست ندارن که ایران طلا بگیره. نای پرمان المپیک رو اسیر فنون بالای خودش کرده. حسن رعینه از دلاور کشورمون. بیشک این بار هم هوشیار بود. یه لحظه اومد یه ضربه هم زد. ببینید رها نمیکنه تا ثانیه پایانی می جنگن. یه بایدی کمرگیری مثل برق و باد خواهید میکنه کشتی امریکایی رو. داور باز هم امتیاز نمیده به کشتی گیر ما. میخواد سه امتیاز بده به کشتی امریکایی. یه جوری داور داره عجیب و غریب رفتار میکنه. یه امتیاز دارم به کشتی امریکایی و حالا کشتی ما باید در خود بنشینه. عجیبه. زیرک، گلدر و قبراق این کشتی گیر دارنده نقره المپیک حسن رعینه‌رز دلاور کشورمون در وزن 54 کیلوگرم با دوانده قرمز در مقابل برندن پالسون امریکایی که با دوانده آبی داره کشتی میگیره. میخواد بکنه برای سالتو. دید زمان تموم شده ولی یه شیطنتی هم کرد حسن رعینه‌رز. دوستان و همراهان همیشگی درود بر شما. امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. بریم با هم یه کشته دیگه ببینیم. از سری مسابقات قهرمانی جهان در سال 2001 پدیده کشته ایران و جهان حسن رعینه‌رز. ببینیم چه میکنه در مقابل برندن پالسون امریکایی. البته شما ایزان مطمئن از نتیجه خبر داریم، ولی خب یادی کنیم و مرور خاطراتی داشته باشیم از مسابقات سال 2001. بریم با همین کشتی زیبا رو ببینیم. ببینیم حسن رعینه‌رز چه کرده. کشتیگیری که در حال حاضر سرمربی تیم ملی کشورمون هستش. شاه رسام یه کار میکنن. کشتی آغاز شده. حسن رعینه‌رز دلاور کشورمون در وزن 54 کیلوگرم با دوانده قرمز در مقابل برندن پالسون امریکایی که با دوانده آبی داره کشتی میگیره. متاسفانه کیفیت ویدیوها زیاد خوب نیست دوستان. ازتون عذرخواهی میکنم، ولی خب اون موقع دیگه بهتر از این نمیشه واقعا ویدیو پیدا کرد. به هر دلیل زدیم سایت های مختلف، ولی خب کشتی بهتر از این نبود. خب یه دست رو گره گرفته حسن رعینه‌رز، یه دست سعی کرد پیش بنداز کشتی امریکایی رو، ولی خب کشتی گیری زیرک، گلدر و قبراق این کشتی گیر دارنده نقره المپیک در آتلانتا 1996 این کشتی گیر تونست نقره بگیره. کشتیگیر دست و پا بسته نی. ببینیم چه میکنه دلاور کشورمون. یک بار دیگه همچنان دست رو گره گرفته سعی میکنه یه لحظه نمیشینه برای کمرگیری میکنه. ببینیم یه سالتوی زیبا میزنه یا نه. فشار زیادی داره میاره. یه لحظه رو میتابونه رو پل نگه داشته. اگر دستاش رو رها کنه میتونه حتی ضربش هم بکنه. ببینیم فشار زیادی داره میاره. یه لحظه حالا سعی میکنه خوش از توشک خارج کنه. یه لحظه شونه هاشو به توشک چسبون کشتیگیره امریکایی. یک بار دیگه میکنه چه قدرتی داره حسن رعینه‌رز. یک بار دیگه میتونه ببین یه مشک سگا میزنه به کشتیگیر یا نه. یه لحظه حالا میتابونه رو پل میزنه. داور امتیاز نداد متاسفانه. اعتقاد داشت که پا رو قاطی کرد. البته پا قاطی نشد. یه جوری دیدیم بردن گرایی هم این شگر رو دارن. یه لحظه وقتی پا رو میتابونی قدرت بدن بسیار زیاد میشه، یعنی انرژی پا هم میاد رو بالا تنه و میتونه کشتیگیر رو حریف رو بتابونه. یه لحظه حسن رعینه‌رز هم همین شگر رو میخواست اجرا کنه، ولی خب داور امتیاز نداد. بچه کشتی سه بر صرف میشه. حالا میتونسته اون امتیاز رو بدم. واقعا بی‌انصافی کرد داور. کاملا مشخص بود نمیخواست پا رو قاطی کنه. کاملا جهت بدن خودش پارو تابوند. ولی خب بریم ادامه کشتی. یک بار دیگه سرشاخ همچنان دستن میکار میکنه. کاملا زیر کتف و بسته کشتی گیر ما. یه رسم باید برای زیرگیری ولی نتونست دستای حسن رعینه‌رز دلاور کشورمون عبور کنه. یک بار دیگه کمرگیری مثل برق و باد خواهید میکنه کشتی امریکایی رو. پهلوان المپیک رو اسیر فنون بالای خودش کرده. یه بار اندازم چاشنی کار میکنه تا خیالش راحت بشه. 5-0 در همه ابتدای کار جلو میافتن کشتی امریکایی. حتی شد خارج میشن. این در از اوقات ها گانون به این شکل بود که وقتی تو حالت خاک حتی شد خارج میشن باید یک بایدی در خاک بنشینه حریف. بله کاملا درسته کشتی امریکایی یک بایدی باید در خاک بنشینه، ولی خب خاک اینطوری بود شکم کاملا به توشک نمیچسبید و کشتیگیر میتونست خیلی راحت داور حالا بگه که منتظر سوت داور باشه. یک بار دیگه هر دو کشتیگیر
داور بله یک امتیاز دارن به کشتیگیر امریکایی میدن. عجب، هر دو کشتیگیر خب قبل از سو حرکت کردن، یه امتیاز دارن به کشتیگیر امریکایی و حالا کشتیگیر ما باید در خاک بنشینی. عجیبه. خب دوست ندارن که ایران طلا بگیره، یه جورایی ببینیم چه خواهد کرد در ادامه کار. یه لحظه برگشت برای کندفنگی، خوب داره جا بجا میشه بچه، ما باید یاد بگیر از این فنون ناب کشتیگیرهای سالهای دورمون. بریم به صدقه دوم، پنج بر یک صدقه اول رو به پایان رسون در برای کشورم. حسن رایده است سرشاخ، یه لحظه یک باری میشه برای کمنگیری و این بار نتوست از دستای پالسون عبور کنه. سرگردن رو گروه گفته بید مراقب باش حسن رایده. یه لحظه رو میتابنه کشتیگیر ما رو، کشتیگیر ما حالا رو میکنه بیرون تا شک رو میکنه و خاک داور اعتقاد داره که توش خواهد شد، میخواد سی امتیاز بده به کشتیگیر امریکایی. یه جوری داور داره عجیب و غریب رفتار میکنه. بله سی امتیاز هم ثبت میشه، چه کشتی 5 بر 4 میشه و کشتیگیر ما روی کرد. اون چی شد؟ کشتیگیر ما روی کرد. بله حالا استوشک کشتی رو نگه میداره، میگه باید در خاک بنشینه. کشتیگیر ما رو داور میگه کشتیگیر ما باید در خاک بنشینه. استوشک حالا داور رو میخواد، حالا درست شد، کشتیگیر ما رو کرد و بیرون تشه خواهی کرد کشتیگیر امریکایی رو. ببینید چه میکنه کشتیگیر، خوب بارانداز خورد. ببینید میتونه یک بار دیگه بارانداز بزنه به کشتیگیر یا نه. بالا سعی میکنه جمع جور کنه و بیخ کرد، فشار زیادی میاره. خوب داره جا بجا میشه، کشتیگیر امریکایی کاملا رو به جلو داره حرکت میکنه، میکرد تشه خواهیش بشه، فشار زیادی میاره و یه بارانداز رو جانانه میزنه، رها نکرده. ما یک کلیت بارانداز رو اختیار داره، میتونه یه بارانداز دیگه هم بتابونه. خوب جایگیر انداخته کشتیگیر امریکا رو، نایب قهرمان المپیک رو اسیر قدرت بالای خودش کرده، یه بارانداز دیگه هم میزنه. اینجا رو دیگه باید هنوز از توشه خارج نشده بودن. داور باز هم نمیخواد امتیاز بده به کشتیگیر ما، داور باز هم امتیاز نمیده به کشتیگیر ما. یک امتیاز رو دادن چه کشتی، حالا 8 بر 4 میشه. یک بار دیگه کشتیگیر امریکایی این بار زودتر از سود حرکت میکنه. خب عبالا سعی میکنه یک بار دیگه مایی کلیپ بانداز جامعه جو کنه. این بار دیگه کشتی امریکایی برندن پالسون خاک حسن رایده از بلند میشه، سرگردن رو گره گرفته، حالا سرعت رو بالا بود کشتی امریکایی، فشار زیادی میاره. امریکایی ها همیشه پرگردت و خوش نفس بودن، ببینی رها نمیکنه تا ثانیه پایانی میجنگن. کشتیگیر الانشون هم همین هم واقعا میبینی از نظر بدنسازی کاملا آماده است. کشتی امریکایی نه چه کشتی 8 بر 4 همچنان به سود دلاور کشورمون حسن رایده‌ست. تو 20 ثانیه تا پایان کشتی زمان داره. یک پایده نشست برای زیرگیری، یه لحظه اومد برای بیچ بیچک، ولی خب هوشیار به کشتیگیر امریکایی. یک پایده دیگه تو برگر سرگردن رو گرو گرفته، سعی میکنه جمع جور کنه برای مای فیتو کشی امریکایی، ولی مچرس رو گرو گرفته تا اسیر فنون بالاره حسن رایده‌ست نشه. خب داور کشتی نگه میداره تو سرشاخ، باید کشتی ادامه بدن. کشتیگیر مرزه 50 ثانیه رسیدیم، همچنان تو سر چاق، باید مراقب بشه. کشتی امریکایی دیگه هر چی در توان داره میاد رو کنه. اون ستایی رو نمیدونم واقعا برای چی به کشتی امریکایی داره ستا نداشت، ولی خب به هر طریق تا به اینجا که 8 بر 4 جلو افتاده. همچنان تو سر چاق زیر کت میزنه، رها نکرده، از اون مچ دست رو گره گرفته تا از کار بندازه کشتی امریکایی رو. نه قهرمان المپیک رو اسیر فنون بالای خودش کرده حسن رایده از دلاوری کشورمون. یه لحظه نشست برای پیچ پیچک، این بار هم هوشیار بود. یه لحظه اومد یه ضربه هم زد، ثانیه پایانی، زمان به پایان رسیده یا نه؟ 10 ثانیه دیگه زمان داریم. یه پایین تو سرشاخ رسن دیگه همچنان کار میکنن. یه لحظه اومد حالا خوش خاک میشینه، یعنی میتونه جمع جور کنه بره برای بارانداز یا نیازی نداره، فقط باید زمان رو به نفع خودش سپری کنه. ثانیه پایانیه، یه لحظه حالا میخواد بکنه برای سالتو، دید زمان تموم شده، ولی یه شیطنتی هم کرد حسن رمیره هست، رها کرد. بالاخره تبریک میگیم دلوار کشورمون تو این دارز رقابت ها تونست طلا بگیره. همه قول نایب قهرمان المپیک کشتیگیر کوبایی رو هم شکست داد.
آره بزرگی کرد حسن رعینه از با اقتدار حریفاش رو شکست داد. تو سال 2001 حسن رعینه از دلاور کشورمون فنی ترین کشتیگیر جهان انتخاب شد. در سال 2002 هم همینطور دو سال پیاپی فنی ترین کشتیگیر جهان. تو روزهایی که ما فرنگی کار کم داشتیم تو سبک بز واقعا استعدادهایی مثل حسن رعینز رو نداشتیم، خیلی راحت نمیتونستیم به مدال برسیم. نگاه نکنین این روزا مردم خیلی راحت توقع دارن که به طلا برسن. دلاور کشورمون حسن رعینز تونست بعد از سالها طلا رو به اردوی تیم ملی کشورمون تو رشته فرنگی بیاره. حسن رعینز طلای جهان رو تو سال 2001 تو همین مسابقات گرفت، 2002 برنز گرفت تو مسکو توی اشتباهی که فکر کرد حریف زمان تمام شده، 11-0 جلو بود ولی خب ضربه شد. طلای جام جهانی رو تو سال 2005 تو تهران گرفت، یه نقره دو برنز قهرمانی آسیا رو تو کارنامه خودش داره، نقره بازی های دانشجویان جهان، طلای قهرمانی دانشجویان جهان رو تو کارنامه خودش داره. دلاور کشورم تو سال 2001 بعد از انقلاب اولین طلا رو برای کشتی فرنگی کشورمون به ارمغان آورد. البته در حال حاضر سرمربی تیم ملی کشورمون هستش بعد از ناکارمی که در سال 2022 تو بلگراد به دست آوردیم. محمد بنا جاش رو به حسن رعیدز داد، مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین که مسابقات المپیک رو هم در پیش رو داریم. آرزوی سلامتی داریم برای حسن رعیدز عزیز، امیدواریم که موفق باشه. بچه های ما با جون و دل مایه بذارن و به اونی که لیاقتشون هست برسن و خودشون رو سرفراز کنن و دل مردم ایران، دل من و شماها رو شاد کنن. حسن رعیدز البته یه دوره مربیگری هم با تیم مراکش داشت که با تیم مراکش تونست نایب قهرمان آفریقا بشه بعد از مصر میزبان. آرزوی سلامتی و موفقیت داریم برای رعیدز عزیز و همه قهرمانای گذشته و حال حاضر کشورمون. تا درود دیگر، بدرود دوستان.